افسردگی یکی از اون اتفاقهای بدی هست که مهاجرین بعد از مهاجرت به کشور جدید اون رو تجربه میکنن. من قراره توی این ویدیو بهتون بگم که چطور کاری کنیم که افسردگی سراغمون نیاد، یا اینکه اگه افسرده شدیم چطور تاثیرش رو تو زندگیمون کمتر کنیم. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. سلام دوستان، من سیاوش قنبری. اما اگه این اولین ویدیویی که از من میبینید، باید بهتون بگم من شغلم برنامه نویسیه. الان به عنوان یک برنامه نویس تو شهر برلین کشور آلمان مشغول به زندگیم و از زندگی خودم، از تجربیات خودم، تفریحات خودم و هر چیزی که دور برم میبینم سعی میکنم برای شما ویدیو بسازم و بذارم تو کانال یوتیوبم. تو این ویدیو هم قراره از تجربه خودم، اینکه چطور با افسردگی کنار اومدم یا تاثیرش تو زندگیم کمتر کردم بگم. بیشتر محتویات این ویدیو تجربه خودم بوده، بخش زیادش هم مبتنی بر تحقیقی بوده که خودم کردم. به هر حال من هم دچار این مسئله شدم و تحقیق کردم که چه کارهایی بکنم میتونم تاثیر افسردگی رو توی زندگیم به حداقل برسونم. حالا اگه شما این موارد رو انجام بدید، امکان داره اصلا از روز اول دچار این مشکل نشید. سر اپلیکیشن هست، بهتون پیشنهاد میکنم حتما نصب کنید، مثل اپلیکیشن هایی که شما با افراد بومی اون شهر آشنا میشید، مثل میت آپ. میتونید اینا رو نصب کنید، با آدما ارتباط بگیرید. مثلا ما تو شهر برلین کلی ایونت داریم، ایونت هایی که مردم مختلف از کالچرهای مختلف، از کشورهای مختلف دور هم جمع میشن و این باعث میشه شما کمتر احساس افسردگی بکنی، به خاطر اینکه کانکشن برقرار میکنی و ارتباط شما رو زنده نگه میداره. 2 ماه پیش بود که من و شیدا از این اپلیکیشن استفاده کردیم. یکی از این ایونت ها رو رفتیم که تقریبا 100 نفر آدم جمع شده بودن از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف. اونجا ما با نهایتاً با 3 نفر دیگه رفتیم یک رستوران و یک شبی رو گذروندیم و شماره گرفتیم و شماره رد و بدل کردیم و 2 تاشون آلمانی بودن، یکیشون هم اهل نیجریه بود و این یک شروعی شد برای داشتن ارتباط با آدم‌های دیگه. مورد دوم این که بهتون پیشنهاد میکنم هیچ روزی رو تو خونه نمونید. حتی اگه فردی رو ندارید که باش در ارتباط باشید، حتی اگه دلتون نمیخواد تو ایونتی شرکت کنید، از خونتون بزنید بیرون. حتی به مدت 1 ربع نیم ساعتم شده راه برید تو مرکز شهری یا حتی دوربر خونتون قدم بزنید. من اتفاقا یه چالشی رو شروع کردم، توی اینستاگرامم اینو گذاشتم، لینکش رو براتون میتونید برید ببینید، اسم چالش 365 روز. به خودم قول دادم که هیچ روزی رو تو خونه نمونم. تقریبا بعد از 3 ماه کاملا این رو احساس کردم که روحیم عوض شده و دیگه اون احساس منفی رو ندارم، چون وقتی شما میرید بیرون آدمهای جدید میبینید، جاهای جدید میبینید و این باعث میشه که توی اتاق تنهایی خودتون نمونید. گزینه سوم این که بهتون پیشنهاد میکنم حتما 2 چرخه بخرید. حالا اگه شما تو کشوری مثل کانادا شاید زندگی کنید، به خاطر سرمای زیاد و اینا خیلی محبوب نباشه و مردم ترجیح بدن که از ماشین بیشتر استفاده کنن، اما برای آلمان من فکر میکنم که شما باید 2 چرخه بخرید. 2 چرخه جزی از فرهنگ آلمانی هاست و شما این رو همیشه میبینید، همه جا مردم از 2 چرخه استفاده میکنن و اتفاقا سیستم حمل و نقل هم جوری تهیه شده که شما به عنوان 2 چرخه سوار آسیب کمی ببینی یا اینکه یهو تصادف نکنید. این 2 چرخه هم برای شما یک جورای سیوه، خیلی جاها نیاز ندارید که دیگه از ماشین استفاده کنید، همین که هوای تازه میخورید و یک فعالیت بدنی دارید. خود ورزش هم که میدونیم یک موردیه که جلوی افسردگی رو میگیره، پس این کار رو بکنید. غیر از اون اگه شما 2 چرخه داشته باشید، میتونید وارد کامیونیتی، منظورم اون جمع‌های 2 چرخه سواران بشید. یه سری 2 چرخه سوارایی هستن که جمع‌های رو تشکیل میدن، میرن حالا کوه، 2 چرخه سواری در کوه و جاهای ناهموار و اینا دارن. یه وقتایی هم خارج از شهر 2 چرخه سواری میکنن یا تو مسیرای خود شهر هم یه گروهایی هستن که این کارو میکنن. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما 1-2 چرخه بخرید اگه تو کشور آلمان زندگی میکنید. مورد چهارم این که کلاس زبان اسم بنویسید. کلاس‌های زبان مختلفی توی کشور آلمان داریم، قطعا تو کشور دیگه هم اگه شما یک مهاجری باشید به کارتون میاد، اونجا هم کلاس زبان هست، شما میتونید به اسم بنویسید. چند تا خوبی داره. خود کلاس زبان باعث میشه با آدمای جدید آشنا بشید و کانکشن بگیرید، پس از تنهایی در میایید. دوم این که زبان اون کشور رو بهتری وقتی یاد بگیرید، اون مدیا، اون رسانه رو دارید، اون تولز رو دارید که بتونید با آدما حرف بزنید، پس
خودتون رو باز ایزوله نمی کنید، از این بابت هم براتون خوبه. حتی کلاس آنلاین هم خوبه، البته من ترجیح میدم که کلاس حتما حضوری باشه، حس بهتری به شما میده. پس کلاس زبان رو هم به عنوان چهارمین گزینه توی لیستتون بذارید. شماره 5، از افرادی که منفی هستن و شما رو سعی میکنن منفی کنن دوری کنید. کسایی که همش میگن این کشور کشور خیلی بدیه، این شهر شهر خیلی بدیه، این شرایط شرایط خیلی بدیه، این افراد چون خودشون همه چی رو به اون شکل به اون صورت میبینن، دوست دارن که دور و بریاشون هم اینطور ببینن. پس بهتره که شما اگه میخواید که خیلی توی دارک سایت، توی قسمت تاریک قرار نگیرید، خودتون رو یک بازنده نبینید، پس با افرادی نگردید که خودشون رو بازنده، خودشون رو قربانی میبینن، فکر میکنن که همه قراره بهشون بدی کنن. پس این افراد رو بذارید کنار، این افراد برای شما خوب نیستن. برای شما که میخواید افسرده نشید یا یه افسرده هستید میخواید تاثیراتش رو کمتر کنید، این افراد خیلی خطرناکن، سعی کنید ازشون دور بایستید. شماره 6، این که یه رقص یاد بگیرید. برید یه کلاس رقص اسم بنویسید، خیلی تاثیر داره. حالا مهم نیست چه رقصی، رقص ایرانی میخواد باشه، رقص هیپ هاپ میخواد باشه، میخواد والز باشه، سالسا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. مثل کلاس زبان باعث میشه شما دوستانی پیدا کنید، افراد جدیدی باشون آشنا بشید، یک مهارت یاد بگیرید. اتفاقا خیلی احتمال این که شما با آدم ها آشنا بشید توی کلاس رقص بیشتره تا کلاس زبان، چون کلاس زبان آدم ها به صرف یادگیری میان و اینکه خب کنارش حالا امکان داره کانکشنی هم شکل بگیره، اما تو کلاس رقص چون یک فعالیت فیزیکیه و اینجا شما احتمال این که بتونی با آدم ها گرمتر و صمیمیتر بشی بیشتره. شماره 7، این که ورزش کنید. من خودم همیشه ورزش میکنم و ورزش رو بخش جدا نشدنی از زندگی خودم میدونم. من تو هفته 3 روز رو میدوم، 2 روزم حالا با ابزاری که دارم، دمبل و کش و تناب و اینا، ورزش میکنم. اگه شرایطش رو دارید که تو خونه ورزش کنید، تو خونه ورزش کنید. اگه شرایطش رو ندارید، برید یک کلاس بدنسازی، یک جیم، یک باشگاهی برید و اسم بنویسید. اگه هزینه‌اش رو دارید، میتونید برید اونجا، خیلی هم خوبه. هم باعث میشه که آدمای جدید ببینید، هم تخصصی‌تر اون ورزش رو دنبال کنید، بدن سالمی داشته باشید و خیلی روی اینکه شما افسرده نشید یا از افسردگیتون کم بشه تأثیر گذاره. اتفاقا من توی پیج اینستاگرامم خیلی در رابطه با ورزش و دویدن و اینا صحبت میکنم و استوری میذارم و بهتون پیشنهاد میکنم اگه اینستاگرام منم ندارید میتونید برید فالو کنید، شاید یه انگیزه بشه براتون. مورد بعدی سفر کردنه. شما میتونید ارزون سفر کنید. حالا قرار به زودی برای شما یه ویدیو در رابطه با اینکه چطور ارزون سفر کنیم بسازم. میتونید پروازهای ارزون پیدا کنید، یه آخر هفته رو به مدت 1 روز یا نهایتاً 2 روز به یک کشور یا شهر نزدیک به خودتون برید، آدمای جدید ببینید، فرهنگ جدید ببینید، خیلی تو روحیتون میتونه تاثیر بذاره. اتفاقا ما سعی میکنیم که هر سال حداقل 1 بار یا 2 بار این کار رو بکنیم، به یه کشور دیگه بریم، به یه شهر جدید بریم و آدمای جدید رو ببینیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ بقیه موارد، بچه ها اگه فکر میکنید این ویدیو نکته آموزنده‌ای براتون داره، میتونه بهتون کمک کنه، لایک کنید، میتونه از من حمایت کنید با این کار و من رو خیلی خوشحال میکنید. ویدیو رو هم با بقیه دوستانتون به اشتراک بذارید و اگه تا الان هم سابسکرایب نکردید، خب سابسکرایب کنید دیگه، چرا که نه. خب بریم سراغ مورد بعدی، این که وقت کمتری تو سوشال مدیا بذارید. بچه‌ها سوشال مدیا میتونه شما رو منفجر کنه، اینجوری بگم تخریب کنه اصلا. اگه شما بلد نباشید از سوشال مدیا اصولی به میزان کافی و اینکه چه سوشال مدیایی استفاده کنی، باعث میشه که به صورت مستقیم زندگی شما رو هدف قرار بده و شما از شما یک فرد افسرده بسازه. مثلا یکی از اون سوشال مدیاهایی که خیلی میتونه منفی باشه اینستاگرام هست. من خودم یوتیوب رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه ازش کلی چیز یاد میگیرم، از همین نحوه صحبت کردن و فیلم برداری و ساخت ولاگ و اینا رو من از توی یوتیوب پیدا کردم و یاد گرفتم و به شما پیشنهاد میکنم که بیشتر یوتیوب ببینید، اینستاگرام رو یک بخشی کمتر کنید. فکر نکنید که هر چیزی که توی شبکه اجتماعی میبینید اون چیزی هست که در واقعیت اتفاق میفته. همین الان که من دارم برای شما این ویدیو رو میسازم، شاید برای گفتن 2 جمله 5 بار اینو بگم که 2 تاشو ضبط بگیرم. پس شما فکر کنید وقتی من یه جمله میخوام بگم، این رو چند بار میگیرم و اصلاح میکنم. در حالت عادی این عکس هایی که شما تو اینستاگرام میبینید، طرف چند تا عکس گرفته که یکی شده اون و چقدر روش ادیت کرده و چقدر دستکاری شده این
تصاویر و خوابی که شما دارید میبینید. پس بهتره که اگه فکر میکنید در معرض افسردگی هستید یا اینکه احساس خوبی ندارید یا میخواید افسردگیتون کمتر کنید، تایم کمتری رو تو سوشال مدیا بگذرونید. مورد دهمی که میخوام به شما بگم، از ویتامین دی استفاده کنید. اگه تو کشورهایی مثل سوئد، مثل آلمان، مثل کانادا، کشورهایی که غالبا آفتاب کمتری دارن و آسمون همیشه ابریه، بارونیه، بهتر که از ویتامین دی استفاده کنید. فکر نکنید که چون ما قبلا هیچ وقت این کارو نمی‌کردیم، به صورت مستمر تو ایران خوب ویتامین دی مصرف نمی‌کردیم چون همیشه آفتاب داشتیم، اینجا به این صورت نیست. و ویتامین دی غیر از اینکه روی سلامت شما تاثیر داره به صورت فیزیکال، از نظر روحی هم شما رو اگه کم باشه ویتامین دی، شما رو آدم افسرده‌ای میکنه و حالت منفی به شما میده و بهتره که ویتامین دی مصرف کنید. البته که آزمایش بدید، همیشه خودتون رو تحت کنترل داشته باشید، ببینید ویتامین دیتون به چه سطحه، زیر نظر دکتر ویتامین دی مصرف کنید. و در آخر اگه تمام این موارد رو انجام دادید و نتیجه مطلوب رو نگرفتید، احساس نکردید دارید بهتر میشید، بهتون حتما پیشنهاد میکنم از یک متخصص کمک بگیرید، از یک تراپیست، یک درمانگر، از کسی که بتونه به صورت تخصصی به شما مشاوره بده حتما کمک بگیرید. خیلی وقتا همه چیز ما خودمون نمیتونیم درست کنیم و حل کنیم، یعنی قطعا شما نمیتونید خودتون عمل جراحی قلب برای خودتون انجام بدید، نیاز دارید برید پیش یک متخصص، نمیتونید دندون خودتون پر کنید. مسائل روحی و روانی هم همینه، تا یک جایی رو ما میتونیم درمان خانگی کنیم، ولی دیگه بعد از اون دیگه از کنترل ما، از تخصص ما خارجه و بهتره توسط یک متخصص پیگیری و درمان بشه. توی آلمان یک شماره‌ای هست که تا اونجایی که من فهمیدم شما میتونی حتی به صورت اورژانسی هم کمک بگیری، کمک روانی منظورم مشاوره بگیری، یک سری هاتلاین وجود داره. غیر از این هم شما میتونی از مشاور کمک بگیری و بیمه بخش زیادی از این رو میده. خیلی از این جلسات تراپی که شما میتونی توی آنما انجام بدی تقریبا رایگان برای شما در میاد. اگر هم فکر میکنی که نه نمیتونی فرد مناسب تو توی آلمان پیدا کنی، یک کسی که بتونه به شما یک مشاوره خوب و تخصصی بده، اگه مثلا توی کانادا، توی آلمان، آمریکا، یک کشور دیگه زندگی میکنی، حتی میتونی از مشاورینی که توی ایران هستن هم کمک بگیری اگه میخوای حتما با زبان فارسی باشون حرف بزنی. این 11 موردی که گفتم بچه‌ها تجربیاتی بود که من خودم داشتم، خودم توی بحران افسردگی سعی کردم که این رو کمش کنم و گفتم که با شما به اشتراک بذارم، شاید یک روزی به کارتون بیاد. امیدوارم که این رو قبل از اینکه دچار افسردگی بشید این ویدیو رو ببینید و سعی کنید که پیشگیری کنید قبل از اینکه دچارش بشید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت و ذهنی آروم داشته باشید و در مسیر موفقیت باشید. فعلا.